بیا هم خراغ لاس لیدونکو ژوندون سهار خبرونه ګوري په ژوندۍ بانه باندې خبرونه ستاسو خبرونه ده مخکې مې هم یادونه وکړله چې نن به د هوا باندې غږیږو په اقلیم باندې به غږیږو قدرمن میلمه به راسره په خبرونه کې وي لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په ډېرې سیمو کې هوا هم ککړه وه په لویو ښارونو کې د دې مخنیوي لپاره څه کول په کار دي څه باید وشي قدرمن میلمه راسره په خبرونه کې دی خپل قدرمن میلمه ته خراغ لاس ویو محمد مصطفی احمد زی صاحب راسره دی دوی ته خراغ لاس ویو ولا دیو کې چې شایسته او ګلورین سار به پیل کړی وي احمد زی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی خبرونه ته خوش آمدین هر کله راشي تشکر جناب الگوزه صاحب اول تر از همه سلام احترامات دارم خدمت شما خدمت بیننده های عزیز تلویزیون جواندن برنامه د جواندن سهار و خوشحال هستم که با شما هستم موضوعی که شما انتخاب کردین واقعا موضوع بسیار مهم و خوب است انشاءالله که درباره از صحبت های خود داشتیم زنده باشین تشکر که آمدین به برنامه ډیره مننه کو کور آباد هر کله راشی موږ هم کو خدا کو چې بیلابیل کدرونه په خبرونه کې لزان سره ولرو تر څو د عامه پوهاوي په خاطر باندې لیدونکو سره یو څو ګټورې خبرې شریکې کړي الله دې تاسو ته مجر درکړي چې راغلي وئ خبرونې ته کور آباد خوشحاله اوسئ که موږ تاسو وګورو چې البته په ټوله نړۍ کې د اقلیم بدلون دی تغیرات راغلي دي خپله د اقلیم څه ته وایي او څنګه تغیر منځته راتللی شي که په دې باندې رڼا یې واچوئ خب اولتر از همه میتونیم بگویم که اقلیم چی است؟ اقلیم خودش عبارت از تغییرات آب و هوا در یک مدت زمان بسیار طولانی میتونیم بگویم در یک مدت زمان طولانی به طور اوسط 30 سال می باشه که در یک منطقه معین رخ میده و تغییر اقلیم امروز یک موضوع حاد جهانی است که بسیار چالش برانگیز است نه تنها به کشور ما شما با کشورهای پیشرفته دنیا با امریکا چین و تمام کشورهایی که در جهان است از این ناحیه متاثر هستند امروز ما شما میبینیم حوادث طبیعی که رخ میده با طور مثال میتونیم بگویم سیلابایی که میاد یا برفای شدیدی که میباره در بعض نواحی برف نمیباره باران نمیباره خشکسالی آمده تمام از اینا از اثر تغییرات اقلیمی است و تغییرات اقلیمی امروزه بسیار کنترل از این مشکل شده ما نمیتونیم جلو تغییرات اقلیمی را بگیریم ولی میتونیم با سازگاری تغییر اقلیم که چگونه سازگاری کنیم و چه قسم بتانیم اثرات تغییر اقلیم را کاهش بدیم در این همکار باشیم و همه مردم دولت ها و جامعه مسئولیت داره که در این ناحیه سهم خود داشته باشند چون نمیتونه دولت در این فقط در اثر کاهشش یا سازگاریش بخش داشته باشه و نه مردم میتونه که به تنهایی کار کنه بنابر از او باید ما شما مشترک این کار کنیم و کشورهایی که زیاد از ناحیه تغییرات اقلیمی اینا چی هستن منتظر هستن الگوزای صاحب کشورهایی هستن که فقیر هستن مثلا افغانستان است پاکستان است بنگلادش است هند است و کشورهایی که پیشرفته هستن نه زیاد متضرر نیستن ما شما میتونیم بگویم ایالات متحده آمریکا چین و هند سه کشور هستند که اینا بیشتر از 50% گازهای گلخانه ای را در جهان منتشر میسازند ولی اونا چون کشورهای پیشرفته هستند امکانات دارند متضرر نمیشن کشورهای مثل ما شما افغانستان پاکستان و که امکانات کمتر داریم و کشورهایی هستیم که پس رفته هستیم نمیتونیم جلو تغییرات از بگیریم و ما شما بسیار از این ناحیه متضرر میشیم خصوصا میتونیم امروزه آلودگی هوا را که ما شما میبینیم بسیار زیاد شده و آلودگی هوا بسیار خطرناک است حتی گزارشی که از بی بی سی نشر شده بود چند وقت قبل گفته بود که مرگ و میر از اثر آلودگی هوا بیشتر از مرگ و میر در افغانستان از اثر جنگ است یعنی قدر تغییر اقلیم و همی آلودگی هوا بیشتر بوده که مردم را به این سرحد رسانده و امسال ما شما دیدیم که در بسیاری از شفاخانه ها امراض تنفسی بسیار زیاد شده بود این از اثر آلودگی هوا است و به خاطر پاک بودن هوا ما شما چی کار میتونیم بکنیم ما شما باید از سوخت های فسیلی کمتر استفاده کنیم یا در صورت که امکانش باشه اصلا استفاده نکنیم در کشورهایی که پیشرفته هستند امکانات بیشتر دارن از برق استفاده میکنن چون برق منبع است که آلوده نمیسازن و اونا در این تلاش هستند که بتونن وسایل نقلیه را بسازن که دو از سوختهای فسیلی اصلا استفاده نشه شما امروز شاید هستن در بسیار از کشورهای پیشرفته جهان موتورهای الکتریکی ساخته میشه اونجا که از لیتیم در بطری های از اینا کار گرفته میشه اونا از طریق برق چارج میشه و اون یک مسافت معینی که داره میتونه طی کنه یا 100 کیلومتر یا بیشتر یا کمتر اولا این کشورهایی که مثل ما و شما است اینجا وسایت هم کهنه است که وسایت کهنه باشه بیشتر اینا محیط آلوده میسازه و بر علاوه موادی که اینجا وارد میشه نفت و گاز است و همچنان
تیلی که وارد میشه بی کیفیت می باشه. شما شاید استین چند قبل مواد نفتی که قرار به کشور ما شما وارد شوه از طرف داره نرم استاندارد اینا دوباره رد شد، به مو کشور که از اونجا آمده بود دوباره به مو گرفت، به خاطر استاندارد لازم نداشت. و این گپ خوب است، ما شما باید به تلاش باشیم تا مواد با کیفیت را وارد کنیم، سوخت های با کیفیت را وارد کنیم. فقط بعض تجاره ما که هستک به فکر جیب خود نباشه، به فکر اشخاص باشه که از این متضرر میشن، به فکر اطفال و ریشسفیدان و خصوصا کسایی که ضعیفتر هستن، اینا بیشتر از ناحیه آلودگی هوا متضرر هستن، بیشتر دچار مریضی ها میشن. و باید ما شما به فکر ملت خودم باشیم. و در اصل اگر ما شما مواد سوخت به کیفیت وارد کشور میسازیم، این خودش میتونیم بگوییم که یک کار بسیار ناپسند است. و ما شما باید تلاش کنیم که تا حد توان در کاهش تغییرات اقلیم و در سازگاری با او همکار باشیم، بتانیم بخش داشته باشیم. مننه هم از سب ډیره زیاته مننه کو کور آباد خوشاله اوسی کله چې اونیک اقدام ولسونه وګور ډیر زیات خوشاله کیږي، ځکه چې دا غاز راځي یا تیل راځي کیفیت خراب یا بیرته ورته لیگل کیږي دا ښه خبره ده، ځکه چې موږ تاسو باید هغه څه استفاده وکړو. یوازې غاز او تیل او پټرول نه، ډیرې داسې توکي شته دي چې وطن ته راځي کیفیت یې ښه نه وي، یا که دواګانې وګورو یا خوراک توکي وي. نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو باید دې ته ډېره پاملرنه وکړو. که یو دوا راځي او کیفیت یې خراب وي، په یوازې ده چې یو سړی د ځان دردي ولري یا سر دردي ولري، هغه ګولۍ راغلې وي کیفیت یې خراب وي، نور ډول ډول ناروغۍ به راته راپیدا کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو سیدامینه بعضې ګروپونه کسان چې په دواخانو باندې ګرځي یا په شفخانو باندې شخصي ګرځي په لرو پرتو سیمو کې، هغه دواګانې چې بې کیفیته وي راټولې کړي ور یې ورته واچوه، ډېری ولسونه ورته خوشحاله دي. نیک اقدام دی، تل دې اباد او خوشحاله اوسي. ډېره زیاته مننه چې راغلي وي. دا بې موسمه بارانونه پسرلی وي، داسې سیمه چې په هغې کې واوره وشي چا فکر نه چې واوره شوې ده، یا داسې یو ورور موږ سره اړیکه نیولې وه، ویل چې په استرالیا کې موږ په ټول په نړۍ کې مثال هوا یخ وي یا ژمی وي، په استرالیا کې پسرلی موسم را داخلیږي، بیا هم په هفته کې به داسې یخ راغلی موږ به ویل چې ژمی دی. نو دا اقلیم داسې ده چې په ټول نړۍ کې داسې تغییر موندلی دی. ډېره مننه که کور آباد خوشحاله اوسئ. را به شو دې واورې ته، چې واورې هم ډېرې زیاتې کېږي په لله الحمد، په افغانستان کې هم ډېرې زیاتې وشوې، ډېری ولسونه ورته هم خوشحاله وو. خپله دا واوره څه شی ده که په دې باندې را سره وغږېږي؟ خب بسیار خوب الکوزای صاحب، شما سوال کردین که برف چی است. برف خودش ما شما میبینیم زمانی که بخارات آب به اتمسفیر میره و در اتمسفیر ای به ذرات تبدیل میشه، از می ذرات بخارات آب کریستالا یخ تشکیل میده که به شکل برف میباشه و به زمین میباره. و برفی که به زمین میباره ما شما باید بگویم تقریبا یک ساعت وقت میگیره. برف از جایی که تشکیل میشه تا به زمین میباره یک ساعت زمان میگیره. و برف اشکال مختلف داره، می کریستال یخ که می باشه یا دانه های برف ریزه، این اشکال مختلف دارن، به شکل دندرایت می باشه، ستاره مانند می باشه، ششواچی می باشه. و از اثر تفاوت درجه حرارت است، هر چقدر درجه حرارت تفاوت کنه می برف شکلش تغییر میکنه و به زمین می باره. و عامل مهمی که در تشکیل برف رول داره میتونیم بگوییم درجه حرارت است، بخارات آب است و ذرات گرد و غبار است که در رزی همی برف تشکیل میشه. و دیگه میتونیم بگوییم که برف وقتی که بزنیم میباره، شما گفتین که در افغانستان ماشاءالله امسال برف بسیار زیاد بارید و سالهای قبل هم برف خوب میبارید، یعنی بیشتر بود. ما شما اگر زمانه بسیار سابق یادآور شدیم، بزرگای ما شما قصه میکنن برف قدر بود که مردم میتونستن از بام خدا بالای برف بندازن و از برف پاکی اونا خسته می شدن. ولی امروزه برف زیاد نمی باره، ولی بازم شکر است طبق پیشبینی کارشناسا گفتن برف امسال خوب باریده. و اگر بارانه فصلی هم که است، بارانه ماه عمل و ماه سر به صورت که پیش بینی شده به اون شکل ببار، ان شاء الله ما شما سال در پیش خواهد داشتیم خوشسالی هستن نخواد بود و از خوشسالی نجات خواهد یافتیم. و اگر بخوایم درباره فواید برف بگیم، وقتی که برف میباره گټو باندې به هم وګی کو چې زموږ زراعت لپاره څه ګټه لري او ولسر ته توصیه څه ده؟ ډیره وخت موږ ته ووري ګورو سره کون په سر باندې راچولې وي، د څه منظم ځای چې سړی دغه کې په نور نړۍ کې تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کله ناستو خبرې کولې، د واورې نه خلک د برق ګټه اخلي چې برق لاسته راوړي، په مجموع کې د خلکو د ذهن جوړولو لپاره څه کول پکار دي، څه باید وشي؟ او په دې هم وغږېږه چې د وچې واورې او د لمدې واورې فرق څه شی دی؟ البته میږه کې تربور است، باز میږه کې خشکه است، فرقش چی است؟
خب انا مهربان مدرسك سر. بله شما قسم گفتین خب برف یک من بیت بیست که بسیار مهم است اگر بخوایم از لحاظ زراعت بحث کنیم مهربان از لحاظ زراعت اگر بخوایم بحث کنیم خود برف کاست که طبقه محافظتی بر نباتات است این نباتات که در زمستان خواب زمستانی می داشته باشن وقتی که برف بالا اینا می باره اینا را از خطرات محیطی حفاظت میکنه بر علاوه اینا را گرم نگه می داره شاید موضوع جالب باشه ولی خود برف کاست که نباتات گرم نگه می داره 2 تا 4 اینچ برف در صورت که بالا گیاه ها بباره این باعث از این میشه که نباتات 1.6 درجه سانتیگراد گرمتر باشه و با بعض نباتاتی ضروری است که برف باشه و چون برف خودش منبع است یا میتونیم بگویم آب است که جاری نیست مثل باران شما ببینید وقتی که باران میباره اگر باران شدید باشه اینا جیرانه سطحی را تشکیل میده اصلا به زمین جذب نمیشه یک مقدار که به زمین جذب شد متبقی تمام از بابای سطحی میپایان و از دریاها که از کشور ما شما خارج میشه یا به ایران میره یا به پاکستان میره و ما شما نمیتونیم از فایده بگیریم بر علاوه باعث بعض سیلاب ها میشه که میتونه مردم زیاد متضرر بسازه ولی برف من بیسته که امطور میباشه و آهسته آهسته اینا ذوب میشه جذب زمین میشه به این علت برف بسیار اهمیت زیاد داره از لحاظ تغذیه و مردم ما شما ذهنیت سازی نشده کشور ما شما در کشورهای ممالک پیشرفته بیشتر ذهنیت سازی شده تا اونا یک قطره آب باران نمیمانن که هدر بره اونا سیستمای دارن که آب باران جمع آوری میکنه بعد از اون آب باران نمیتونه شخص استفاده کنه تا زمانی که دولت اونا را تصفیه کنه و این با آبای باران که اینا جمع آوری میکنن به نام امی عمل به نام رین واتر هاروستینگ میگن اینا را دولت تصفیه میکنه دوباره به خود مردم و مردم از اون با آب باران اگر به نوشیدن استفاده نکنن حداقل به زراعت یا مسائل دیگه میتونن استفاده کنن و برف هم همطور اینا آب برف هم ذخیره میکنن و ما شما چی کار میتونیم در این بخش بکنیم چون ما شما امروز در شهر کابل هستیم مسئله آب های زیر زمین یک مسئله بسیار حاد است ما شما با کمبود آب آشامیدن دچار هستیم امروز ما شما خود ما میبینیم که آب به صورت بسیار زیاد پایین رفته سالانه چند متر تا پایین میره در کابل منطقه را ما شما شاهد هستیم که اینا در 100 متر هم آب نمیته حتی از هم عمیقتر رفته ولی مردم هنوز هم دست به این میزنن که چای عمیق افر کنن و افر چای عمیق یک مسئله بسیار چی است که خطرناک است باید افر نشه و اگر هر شخص چای عمیق افر کنه بالاخره آب به خاطر استفاده نخواهد بود و حتی دانشمندان ما شما گفتن که ممکن در چند سال آینده 5 تا 10 سال آینده اگر به این قسم روال ما شما پیش بریم آب زیرزمینی کابل تمام خواهد شد و ما شما مجبور هستیم مهاجرت کنیم ما میتونیم یک مثال به شما داری بخش از کشور اندونزیا بتون پایتخت اندونزیا همین مسئله سر دوچار بود که آبای زیرزمینی از اونها کاملا پایین رفته بود و همین آب زیرزمینی که وجود داره یک طبقه را تشکیل میده الکوزه سب اگر متوجه باشین وقتی که آب زیرزمینی فرو رفت در این منفضای خاک خالی میمونه وقتی که خالی مون خاک نشست میکنه ما یک نمونی از در ولایت غزنی هم دیدیم که چندین ماه قبل زمین چاک شده بود از بین دونس شده بود و پایین رفته بود که عامل از است که اونجا آبای زیرزمینی زیاد استخراج شده بود امروز شما میبینید در ولایت به خاطر کشت و زراعت بیشتر از امی شمسی ها هست که آبای زیرزمینی رو استخراج میکنن به صورت بسیار زیاد ولی در تغذیه از هیچ کوشش نمیکنیم ما شما امروز شهر کابل هم میبینیم با 500,000 نفوس البته گنجایش داشت که در زمان داوودخان سنجی شده بود ولی امروز 7 میلیون یا چیز کم و بیش نفوس اینجا وجود داره و تقریبا سرک ها تمامش کنکریت شده پخته کاری شده و هم اصلا ما شما جای نداریم که اونجا برف باران بباره دوباره جذب زمین شه ولی استفاده ما شما بسیار زیاد است میبینیم امروز چون که جهان عصری شده ما شما به طرف صنعت شدن روان هستیم به طرف عصری شدن روان هستیم مصرف آب بیشتر میشه اگر ما شما بیدیم در مناطقی که قریه هاستن و دیهات هست اونجا مردم آب زیاد استفاده نمیکنه ولی در شهرها هر وقت مردم استفاده میکنه تا در تشناب اگر بخوایم با آب باید باشه در صورت که از نباشه امکانش نیست و در صحت در بخش صنعت آب زیاد مصرف میشه کشورهایی که چی هستن فقیر هستن و عقب مانده هستن اینا بیشتر آب در زراعت مصرف میکنن ما شما میگیم که افغانستان کشور زراعتی است که 80% مردمش اشتغال به زراعت داره 80 تا 85% و بیشتر آبی که مصرف میشه در افغانستان اضافه تر از 70% در بخش زراعت استفاده میشه ولی ما شما مسئولیت نداره زراعت ما شما چرا گذاشته به خاطر سیستم های زراعت ما شما که است که عنعنوی است و پیشرفته نیست در خارج از کشور سیستم های آبیاری قضایی رو اونا ایجاد کردن در داخل کشور همی سیستم ایجاد کردن ولی به صورت درست یا مکمل نمیتونیم بگیم که ایجاد شده در بسیار لرو پرتو سیمو تا دوم ربا نیی رسیده لی فکر کن بله مهربانی سه و بله قسم است که
سیستم های آبیاری قطره‌ای در خارج از کشور بسیاری کشورها اونا رشد میتن و آب به صورت قطره قطره به مو اندازه نیاز نه کمتر نه بیشتر استفاده میشه بر نباتات که اونا حاصلات بسیار خوبم داره. ما میتونم با شما از امریکا مثال بدم، ایالات متحده امریکا که هست 3% نفوس اونا به زراعت اشتغال داره، از 100% 3% ولی تمام مردم خود هم احتیاجاتشون مرفوع میسازن و به خارج از کشور اونا محصولات زراعتی خود صادر میکنن. ولی ما شما که در داخل کشور ادعا داریم که 80 تا 85% مردم ما شما اشتغال به زراعت دارن، اصلا نمیتونیم خود کفا باشیم. خودم با از کشورهای خارجی آرد وارد میکنیم، روغن وارد میکنیم، بیشتر محصولات وارداتی ما شما محصولات است که زراعتی اصلا میوه خود از خارج ما شما وارد میکنیم. اما شما باید در تلاش چیزی باشیم سیستم های زراعت خود پیشرفته بسازیم، دولت هم باید در تلاش باشه و مردم هم امروش هم کار باشه. تشکر، زنده باش، ډیره مننه کوربت که په دې موضوع باندې وغږی کونو شپې ورځې به ونیسي د عامه پوهاوي په خاطر باندې لیدونکو سره یو څو ګټورې خبرې شریکه کړو. را بعد خوشحاله اوسي. ډیری سیمو کې موږ تاسو ګورو چې بر کوچ ډیر راځي. خپله دا بر کوچ څه شی دی که په دې باندې لږ تشریح ورکړي لیدونکو ته؟ خب برف کوچ میتونیم بگویم که الکوزل سب یک حادثه طبیعی است. برف کوچ اکثرا از کوه ها این آغاز میشه و برف کم کم همونطور پایین آمده و بیشتر میشه. و برف کوچ کسته که حادثه بسیار خطرناک است. جلوگیری از برف کوچ ها بسیار مشکل بوده میتونه، ولی باید اقدامات هسته که در صورت میگیره مثلا جایی که اونجا احتمال برف کوچ هست دامنای کوه اونجا باید خانه های مار نشه، مردم باید اونجا خانه مار نکنند. در صورتی که برف کوچ میه اونجا مردم متضرر میشن. و در افغانستان هم شما برف کوچ های بسیار خطرناک داشتیم در سال 2007 2008 2012 2018 که بیشتر از صدها نفر جان خود در حوادث از دست داد. و در افغانستان طبق احصایه آماری که صورت گرفته در سال 2020 تقریبا نزدیک به 1 میلیون تن در افغانستان اینا احتمال داره که در خطر برف کوچ باشند. و خب ما شما قسم گفتیم باید در ساعتی که برف کوچ احتمال آمدنش هست که پیش بینی شده اونجا خانه مار نشه و مردم میتونه در دیگه ساعت خانه خود مار کنه. برف کوچ جلوگیری از او شده نمیتونه. قسم گفتیم اون ساعتی که رخ داده جان بسیار انسان ها را گرفته و باعث زخمی شدن و مجروح شدن نشانم شده. ډیره ولسونه چې اړیکه نیسي وایي بعضې ساحو کې مثال د سیند په غاړه باندې کورونه جوړیږي یا کور جوړی بیا داسې پیښې راځي، نو ښه خبره دا ده چې داسې ځکه دوی باید کور جوړ کړي چې هغه داسې پیښو سره د لاس او ګریوان نه شي طبیعي پیښو سره. مننه که کور آباد خوشحاله اوسې چې راغلي خپرونه ته، خپرونه مو لا ښایسته او ګلورینه کړه. په آخر کې مو پیغام څه دی، څه پیغام لرئ؟ مهرباني. خب تشکر از شما الکوزه صاحب که مرا دعوت کردین و پیام ما به مردم است که ما شما باید تمام ما دست به دست هم بتیم، چی مردم است چی دولت است چی نهاد است، به خاطر از اینکه بتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم، یک محیط خوب داشته باشیم. در اصل که ما شما بخوایم پیشرفت کنیم باید همراه دیگر یک دیگر متحد باشیم. و مسئله که ما میخوایم یادآوری کنم صرفه‌جویی در استفاده از منابع است. هر منبعی که باشه، اگر آب است، اگر او انرژی است، چی برق باشه و هر منبعی که هست، ما شما باید به اندازه استفاده کنیم مورد نیاز ماست، نه بیشتر از اون. مثلا ما شما اگر بگویم مصرف انرژی امروزه بسیار زیاد است، در صورتی که نیاز نیست، ما شما میبینیم بعض دوکاکین است یا مارکت هاست که اونا در روز که اصلا نیاز به روشنی ندارن، کاملا امو مکان روشن هم است، اونا چراغاشون روشن است. این خودش یک زایه بسیار کلان است، نباید این زایش. ما شما دیدیم که چند وقت قبل زمانی که ازبکستان برق خود بالای ما شما قطع کرد، در روز 2 ساعت برق نداشتیم و بسیار به تکلیف بودیم. از یک طرف زمستان، از یک طرف مشکلات تاریکی و صنعت ما شما کاملا استاد شد، فابریکا تمامش از کار رفتید. و باید قبل از اینکه به یک مشکل سر دوچار شیم با صرف جویز بیاندشیم. یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم است که درباره استفاده از آب که گفتن حتی اگر در کنار رود جاری هم هستین اضافه مصرف نکنید و باید صرفه جویی شود. و در استرالیا یکی از شرکت ها اینا زمانی که آب مدنی چی میکردن تولید میکردن، در بوتل هاشان همی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نشته کرده بودن. در داخل همی بوتل در یک کاغذک نشته بود و در یک جا ساخته بودن تا که مردم از چی کنن در مصرف استفاده از آب صرفه جویی کنن. ډیر مننه کور آباد خوشحاله اوسئ. قدرمند لیدونکو محمد مصطفی احمدزی صاحب را سره په خپرونه کې و چې نن په اقلیم باندې او د واورو په اړه باندې ته معلومات درکړل. ډیره مننه ترې کوو. کور آباد خوشحاله اوسئ، هر کله راشئ. بسیار تشکر، هر وخت راشئ. قدرمند لیدونکو موږ هم کوښښ دا کوو چې بیلابیل کدرونه ځوانان له ځان سره په خپرونه کې ولرو تر څو خپرونه لا ښایسته
شي خبرونه مم د ځوانانو د کدرونو خبرونه ده. ډېرې ولسونه چې موږ سره اړیکه نیسي د لرو پرتو سیمو نه دا اړیکه نیسي، وایي چې موږ به کله مېلمه کوي. ژوندون تلویزیون د مظلوم اکثریت غږ دی او هر څوک کولی شي چې په ژوندون سهار خبرونه کې او بېلابېلې خپرونې چې موږ په تلویزیون کې لرو یا په راډیو کې لرو راشي او خپرونه کې مېلمانه شي. قدرمند لیدونکو، زو لنډه شان دمې ته د امین آباد خپرونه مه هېروئ. موږ سره پاتې شئ.